مجلس که فعلا در بحث تقنین پیشی گرفته و یقینا منجر به کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار خواهد شد. در این شک نکنید، من در تمام مصاحبه هام عرض کردم اگر قانون اجرا بشه حداقل 30% و تا 50% کاهش قیمت، یعنی واقعی سازی قیمت داریم. شما امروز تا 50% تا 80% به نقل شما تبصره 5 که واردات خودروهای دست دوم بود موضوع 50 تا 80. آها. چون اون خیلی اصلا خرق عادت بود، خودروهای دست دوم تا 3 سال می اومد یقینا تا 80% هم کاهش داشت. ما اینها رو حالا تو اون جاهایی که هستیم، گروهایی که هستیم، با عدد و رقم خیلی کار راحتیه، کار پیچیده نیست. الان دیگه این اتفاق نمیفته، یعنی خودرو دست دوم دست دوم حذف شده بودش. تبصره 5 از ماده حذف شد، لذا بحث خودروهای ورود خودروهای دست دوم موضوعیت نداره. ولی فراخودروهای نو حذف میشن. شما پیش میتونید اینه که چقدر ارزش 30 تا 50% بازار رو کاهش خواهد داد قیمت‌ها رو و قیمت واقعی میرسونه. یعنی این مباحث، چون ببینید فاصله قیمتی خودروهای وارداتی با توجه به 3 سال ممنوعیتی که حادث شده بود، اصلا این قیمتهای خیلی عجیبی گرفته بود. شما اگر قیمت خودرویی که در کشور الان وجود داره تقسیم بر قیمت ارزی 0 کیلومتر مدل سالش بکنید، دلارش در میاد بین 60 تا 70 هزار تومان. اما در صورتی که دلار در کشور ما الان 25 تا 27 تومنه دیگه. شما رو این قاعده میگید که این قیمت عرض میشه؟ نه، اصلا محاسبات هم انجام بدید. یه خودرو 30000 دلاری رو ضرب در 95% تعرفه با نرخ 4200 تومن کنید، عوارض رو ضرب کنید، این دوتا رو با هم جمع کنید، قیمت یه دونه خودرو سانتافه 2021 1.7 میلیارد تومان تمام شده که الان 3.5 میلیارد تومان. انشاءالله که شورای محترم نگهبان تصویب کنن و دولت دقت در اجرا. ببین مجلس کار رو تمام کرده به نظر من، حقیقتا قانون مترقی و بسیار عدالت